به ادامه محور خوش آمدید. اعضای شورای امنیت سازمان ملل بار دیگر از حضور و افزایش فعالیت شاخه خراسان داعش در افغانستان نگرانی کردند. معاون دبیرکل سازمان ملل برای پیکار با هراس افغانی میگوید وضعیت امنیتی در افغانستان جدی است و افزون بر داعش حدود 20 گروه هراس افغان در افغانستان فعالیت دارند. نماینده آمریکا در سازمان ملل همچنان تاکید کرده که افغانستان نباید به پناهگاه امن گروه های هراس افغان از جمله القاعده و داعش مبدل شود. اما امارت اسلامی در واکنش به این اظهارات میگوید در افغانستان گروه داعش حضور ندارد و فعالیت این گروه را نیز رد میکند. نشست شورای امنیت سازمان ملل متحد که به هدف ارزیابی تهدیدات داعش در جهان برگزار شده بود، در این نشست معاون دبیرکل سازمان ملل متحد برای پیکار با هراس افغانی میگوید که با پیچیده تر شدن حملات شاخه خراسان داعش در برابر طالبان و اهداف بین المللی، توانایی این گروه در داخل خاک افغانستان افزایش یافته است. ولادیمیر ورونکوف میگوید که فعالیت و حضور حدود 20 گروه مختلف هراس افغان در این کشور و وضعیت وخیم بشری چالش های مهم را برای منطقه و فرامنطقه به وجود آورده است. با وجود اقدام های سرکوبگرانه طالبان، حضور و فعالیت حدود 20 گروه مختلف هراس افغان در این کشور، نبود توسعه پایدار و وضعیت وخیم بشری چالش های مهم را برای منطقه و فراتر از آن به میان آورده است. وضعیت افغانستان به دلیل توانایی داعش در انجام حملاتش در منطقه مانند حملات پسین در پاکستان و ایران نگران کننده است. معاون نماینده روسیه در این نشست از جا گذاشتن سلاح‌ها و تجهیزات نظامی آمریکا در افغانستان انتقاد می‌کند و به این باور است که این سلاح‌ها اکنون در اختیار گروه هراس افغان است و جا گذاشتن این تجهیزات نظامی سبب خواهد شد تا منطقه را تهدید کند. 20 سال نیروهای خارجی به رهبری آمریکا به بهانه پیکار با هراس افغانی و القاعده در افغانستان حضور داشتند، اما ناگهان تصمیم به فرار از این کشور را گرفتند و مقدار زیادی سلاح و تجهیزات نظامی را پشت سر گذاشتند که در نتیجه این سلاح‌ها به دست گروه‌های هراس افغان رسیده است و این تهدید برای منطقه است. نماینده ایالات متحده آمریکا و رئیس دوره شورای امنیت سازمان ملل متحد نیز در این نشست بر تبدیل نشدن خاک افغانستان به پناه گاه امن برای هراس افغانان تاکید میکند. جنوب آسیا و افغانستان نباید لانه امن تروریستان از جمله القاعده و داعش شود. گروه هایی که قصد حمله و منطقه را دارند، حملات وحشت آوری را در افغانستان و پاکستان انجام دادند. اما امارت اسلامی حضور و فعالیت گروه داعش در کشور را رد میکند. داعشی که وجود فیزیکی داشته باشه، مرئی داشته باشه، یک نقطه ثابت داشته باشه و یا هم فعالیت های ملموس داشته باشه نداریم. کمر داعش در افغانستان شکسته شده. بیش از این نیز شورای امنیت سازمان ملل متحد در گزارش که روز جمعه نشر شده بود، گفته بود که داعش توانایی های جنگی خود در افغانستان را افزایش داده و جنگجویان و اعضای خانواده این گروه بین 4 تا 6 هزار نفر در افغانستان تخمین زده می شود. همراه هستیم با مهمانان تا بیشتر بحث بکنیم. اینجا در استودیو آقای شهاب لیوال آگاه امور سیاسی و از طریق اسکایپ هم بلال فاطمی آگاه رابطه بین الملل با ما همراه هستیم. بسیار خوش آمدین مهمانان گرامی. به بحث اجازه بدین از آقای فاطمی آغاز بکنیم. آقای فاطمی سلام بر شما، بسیار خوش آمدین. دیده میشه که نام افغانستان از کنار تروریسم حذف شدنی نیست. نگرانی جدی از افزایش داعش و فعالیت حدود 20 گروه دیگر در افغانستان در نشست شورای امنیت سازمان ملل مطرح شد. آیا این یک هشدار است و یک زنگ خطر؟ بسم الله الرحمن الرحیم. آقای امان سلام به شما، مهمان نهاد گرامیتان آقای لیوال و بینندگان پروگرام وزین شما. ممنون. ما میخواییم را در 4 نقطه سوال شما را جواب بتم که برای افغانستان واقعا زنگ خطر است، چرا که از هر طرف که باشه اهداف و پلانها درست نیست، شوم هستند و در حق ملت افغانستان ای اهداف ناپاک است. اولی که روسیه از ایچ ببینین در امی شورای امنیت که فعلا ولادیمیر ورونکوف نمایندگی از روسیه و معاون دبیر میکنه و در عین حال لندا توماس گرینفولد نماینده، هر دویش یکسان از ای هراس افغانی تشویش اظهار کن. آقای فاطمی صدای مردارن شما؟ بله. آل درست شد، صدایتان بفرمایین. روسا از خود اهداف دارن و امریکایی‌ها اهداف خود دارن. دوم،
فرضاً اگر امی موضوع را در شورای امنیت چرا ولادیمیر ورنکوف از لیندا توماس پرسان نمی کنه وقتی که شما در 2001 به افغانستان آمدین شما ادعا داشتین که یک القاعده در افغانستان است، اما بعد از 20 سال مبارزه میلیاردها دلار مصرف کردن چی دلیل است که بعد از برآمدن تان به عوضی که یک گروه حذف شوه گپ به 20 و 23 گروه میرسه؟ این سوال باید اونجا شوه، اما این سوال نمی کنن. از امریکا باید این پرسش مطرح شوه؟ بله، در شورای امنیت باید امی روسا این سوال باید از امریکایی ها کنن، باید این سوال مطرح شوه، نمیشه مطرح. بله. صرف شور و شور است و صدا و غوغاست که در مسئله سیوم، اگر خطر واقعا خطر داعش و تروریسم در افغانستان که اینا میگن هم به منطقه و هم به فرامنطقه است، اگه ای باشه چرا برای حلش صحبت نمی کنن؟ تا دامی ظرف دو سال گذشته به جز از غوغایی که ما شما میشنویم، آیا رای حل را شما از اینا شنیدین که رای حل داده باشن؟ رای حلش بسیار ساده و آسان است. اگه اینا واقعا میخوان که تروریسم است و خطر است، چرا یک کنفرانس بین المللی را شورای امنیت به می نمیخوان که یک رای حل برش میسازیم، یک قاطی عمل میکنیم و روسا چینایا امریکایا و تمام کشورها پاکستان و ایران کلگی دست با هم کنن دست جمعی کنفرانس بین المللی بخواین، طالبان را دونجا بشنن، حکومت در دست طالبان بگن که مسئولیت نظامی و ایناش به دوش شما، مسئولیت لوجستیکی و اپراتیفی و مالیش به گردن ما و در فلان فلان جای که اینا میگن که فرزند در غزنی است، در پکتیا و پکتیکا است، در کنر است و در مزار است، در کجا کجا است، برادر نقشه شبتی. بله، خود اینها میگن آقای فاطمی این اظهارات را اونا داشته، اینجا امارت اسلامی به شدت رد کرد و گفت که داعش در افغانستان بسیار به شکل اندک بوده که به شدت سرکوب شده، تقرب کرده به صفر. بی بی، یکی خو موقف امارت اسلامی است که ما در این موقف با اینا هم نظر هستیم که اینجا به حساب تروریسم در افغانستان وجود نداره، یک اتهام است برای بهانه جویی، برای پلان ها و اهداف سیاسی می کشورهای بزرگ. این سر و صدا پس به خاطر چیز چی میخواین؟ اهداف خود دارن. کی اهداف دارن؟ اهداف روسیه در از این قوقا ببینید صدای روسیه و امریکا در این مورد یکی است و میگه داعش از آمده خطر است و فرا منطقی است و امریکا هم میگه. ولی بسیار پرسش برانگیز است آقای فاطمی، مثلا میگه پیش از اینکه این نشست برگزار شده گزارش شورای امنیت سازمان ملل میگه که به گونه احتمالی 4 تا 6 هزار اعضای خانواده و جنگجویان داعش در افغانستان همین اکنون فعال است. یعنی اینها تا این حد میدانن و معلومات استخباراتیشان است، ولی نمیدانن که اینها از کجا میآیند، آیا اینها از افغانستان هستند، در کجا فعالیت دارند، و اگر نگران هستند همونطور که شما گفتین چرا هماهنگی نمیشه با امارات اسلامی که حداقل از بین برده شود لانه‌هایشان؟ بیبی، دو سوال باید از امریکا شود. یش 4 الی 6 هزار، اول خواهم احصایشان غلط است، 3 ماه قبل احصای 7.5 هزار بود، باز بعد از یک ماه بعدش احصایه به 12.5 هزار رفت. شما خبرای بین المللی رو بشنوید، در میدیای بین المللی بعضی متخصصینی که به علیه تروریسم خود متخصص میدانن اونا میگن که 12.5 هزار نفر است و در این تی تی پی رو شامل کردن، دیگه گروپ ها رو شامل کردن، 7.5 هزار میگن که داعش است. امروز میگن که 4 هزار الی 6 هزار، اما این یک کلمه نو است که این کلمه میتونه این را با او احسایه متمایز بسه. اینا میگن خانواده ها. اگه این خانواده ها از 4 الی 6 هزار، خیر خود جنگجو چقدر است؟ این سوال است. و فرزن اگه این در این مناطق است و کروکی از این پیش روسا هم است و روسا گفتن که اینا را به ذریع ستلایت در به شکل گروپ های 500 و 600 نفری در سرحدات آسیای میانه دیدن، چرا میره با افغانستان با طالبان شریک نمی سازن؟ ایلا باید شریک بسازن که این اینجا داعش هست. وای ببینین هدف از داعش تقویه کردن، امریکا خودش داعش تقویه میکنه، جور میکنه، چرا که امی وقتی که امریکایی ها میبرامدن تا او زمان 6 هزار داعشی ادعا میشد که در افغانستان است، ادعا نمیشد. فلهذا چرا بعد از آن برآمدن امریکا دفعتاً 6 هزار داشت؟ بسیار تشکر شما، بتین برمیگردیم به جزئیات بپرسیم این مسئله را از شما. کی را تربیه میکنه؟ از کجا میه؟ این سوالات بسیار بزرگ است که باید از این کشورها شوه. تشکر میکنم، شما بتین به شما برمیگردیم. خاطر این منطقه و امارات اسلامی است و افغانستان به حساب ازومی از این جنگ هستن و ما و شما قیمت زیر پرداخت میکنیم. تشکر. اونا به اهداف شوم خود دارن، می خودم میرسن. بسیار تشکر، ممنون شما. قائل لیوال،
من میخوایم از شما بپرسم که داعش شاخه خراسان کی است و به دنبال چیست در افغانستان؟ اگر حضور داره اندک است یا هم همونطوری که گزارش شورای امنیت سازمان ملل میگه 4 تا 6 هزار. بسم الله و صلاة و سلام علی رسول الله. جناب محترم به شما و فاطمی صاحب عزیز و همکاران عزیزان سلام و درود میفرستم. و علیکم سلام. چی جالب است داعش که شاخه خراسان میگن، از زمانی که تقریبا سال 2014 به ایسو داعش ارز اندام کرده، هدفشان سوریه و عراق بود و بعدا چگونه اینا به افغانستان آمدن و در افغانستان هدف مشخص داعش چی است و چرا اینا همیشه اماکن مقدس، اماکن مذهبی و مساجد را اینا تارگت قرار میتن. قبل از اینکه در این رابطه ما صحبت بکنیم، میایم در حملات اخیری که توسط مثلا داعش در افغانستان انجام شد، بیشتر دفتر حزب اسلامی بود، دروازه وزارت خارجه بود، مسجد در قندوز بود و همچنان در قندهار. تمام این حملات توسط اتباع خود همسایه ما شما تاجیکستان با انجام شده. اگر روسیه، نماینده روسیه ولادیمیر اورونکوف در سازمان ملل علیه افغانستان دهن باز میکنه، اینا لطف بکنن یک بار خود متحدشان را، یا بگویم عامیانه بگویم مستعمری خودشان تاجیکستان را گوشتوی بتن که چرا اتباعشان در افغانستان میان از مردشان میگذرن در افغانستان، اینا حملات انتحاری و حملات توریستی انجام میتن. خب بحث هم میشه که از کدام کشور است به یک طرف، ولی در افغانستان بوده ببینن. این حملات انجام دادم طور که شما میگین. ببینین پاکستان، تاجیکستان، ایران کشورهایی است که همیشه در قضایای افغانستان اینا دخیل بودن و به نحوی کوشش کردند که آب افغانستان را گلالود بکنن و از این آب به نفع خود استفاده بکنن. این کشورهایی است که به هیچ وجه امنیت و حکومت مستقل در افغانستان اینا خواهانش نیستن و کوشش میکنن که به نحوی حکومت‌های مستقل و حکومت‌هایی که ملی هستن را اینا تحت فشار قرار بدن به هر گونه‌ای که شوه. بنابراین ما از این کشورها، من حیث کشورهای همسایه، خواهان از این هستیم که کوشش بکنن اتباع خود را کنترل بکنن، کوشش بکنن مرزهای خود را کنترل بکنن و کوشش بکنن که از کشور خودشان علیه افغانستان استفاده نشه. در حالی که امارات اسلامی بعد از اینکه دو سال زمام عمر این کشور را به دست گرفته، هیچ نوع حمله از خاک افغانستان در هیچ کشوری و به هیچ مملکت انجام نشده. بنابراین ما گفته میتونیم اگر داعش را ما یک پدیده جهانی بپنداریم، که ما پدیده جهانی را فکر نمی کنم، داعش یک پروژه مشترک CIA و موساد اسرائیل است که به خاطر منافع ملی خودشان اینا کشورهای اسلامی را تارگت میدن، مخصوصا کشورهایی که اینا از اونا احساس خطر میکنن. ولی مسئله بسیار مهم است آقای لیوال. داعش میدانه مخفف دولت اسلامی عراق شام است، حالا یک پیرزمینه دیگر هم گرفته، داعش شاخه خراسان، اینهایی که در افغانستان فعالیت میکنه، به باور شما اینها به دنبال چی هستن؟ هرچند که خودشان میگه که خب ما به دنبال خلافت اسلامی هستیم، از اون شعارهایی که داشته، اما کی هست در عقب اینها؟ چی میخواین؟ در کل داعش یک حزب اسلامی نیست، یک گروه اسلامی نیست، یک جهت اسلامی نیست که به خاطر اهداف والای جهادی یا نظام خلافتی اینا بجنگن. داعش پدیده ای است که من قبلا براتون گفتم، توسط امریکا و موساد اسرائیل به خاطر منافعشان در آسیای میانه و مخصوصا در کشورهای اسلامی ساخته شدن، به خاطر که امریکا بعد از اینکه بعد از 2014 وضعیت افغانستان را دید که به نفعشان نیست و مجبور هستند که از افغانستان عقب نشینی و فرار بکنن، اینا در صدد این شدن که چطور بتوانند از خود افغانستان و همچنان از افغانستان مخالفین نظامی و اقتصادیشان را تحت اثر تهدید قرار داده باشن. اینا گروهی را به نام داعش مسما کردن. اگر شما در آرشیفتان یک بار رجوع بکنین، در زمان جمهوریت وکلای ولایت‌های مشرقی اینا چندین بار ادعا کردن که تیاره های بدون مهر و شبانگام گروه داعش را اینجا پیاده میکنن، تسلیحات نظامی برشان میرسونن، پول و مثلا تمام امکانات
امکاناتی که به هیچ وجه یک گروه جهادی اونقدر امکانات وافر هیچ گروه جهادی نداشته و نمیتونه داشته باشه. حتی داعش در کمترین وقت اینا تونستن اسکناس طلا را اینا چاپ بکنن و همچنان اینا دسترسی به طیاره های درون پیدا بکنن بی پیلوت. یعنی خودش هویدا ضرورت به این نیست که ما بگیم باورتون هست که داعش در افغانستان حمایت میشه از سوی آمریکایی ها؟ ببینید داعش حمایت نمیشه، داعش مطلقاً آمریکایی است، مطلقاً بسی است که چطور مثلا اینها تجهیز میشه. ببینید. مثلا ممکن است یک جریان وجود داشته باشه بدونی که از یک طرف حمایت شوه فعالیت بکنه. ببینید در افغانستان تا جایی که من معلومات دارم بیخ بنیادشون کنده شده. اگر شما صفحه استخبارات افغانستان را تعقیب بکنین، اینا آخرین اصدار ویدئویی را نشر کردن که تقریبا بیش از 14-15 نفر از اتباعی خارجی که مربوط به کشور تاجیکستان بودن خودشان اقرار کردن که به چه نحوی چطور بر افغانستان آمدن، کیها دعوتشان کرد و وقتی که اینا اینجا آمدن با یک بنبست فکری مواجه شدن که به اینا مثلا کشورهای دیگه را یاد کرده بودن، اما از اینا خواسته بودن که شما باید مساجد را هدف قرار بدین و اماکن را هدف قرار و به نحوی حکومت امارات اسلامی را شما تارگت بکنید. بسیار تشکر، ممنون شما. آقای فاطمی، روسیه قبلا گفته بود که امریکا عمدن شماری از تجهیزات پیشرفته نظامیش را در افغانستان جا گذاشته تا ای که علیه کشورهای رقیبش در منطقه کار بگیره و حتی امریکا را متهم کرده بود به حمایت از داعش. ایران هم یک چنین ادعایی را کرد که امریکا حمایت میکنه از داعش. یک شمار از مقام های امارات اسلامی هم یک چنین چیز را اظهار کرده، چیزی که آقای لیوال هم اینجا گفتند. ولی آیا ای به این معناست که یک رقابت بسیار تنگاتنگ هنوز در خاک افغانستان میان شرق و غرب وجود داره و استفاده میکنه از گروه ها و جریان های چون داعش برای رسیدن به اهدافشان؟ کاملا این رقابت شرق و غرب است و به امی که داعش اینجا سربنا موجودیتش ظاهر میکنن. از روز اولی که امارت اسلامی آمد ما برش گفتیم که اگر داعش باشه نباشه برات میسازنش، چرا که این یکی از پروژه های زینا است و این بازی بین امی شرق و غرب مثل که ما در دهی 80-90 جریان داشت آل دوباره شروع شده، جنگ سرد بین دو قدرت است و در این قدرت آلی چینایی ها هم شامل شده. فلحاظ ای داعش که هست یک پروژه است و پروژه که موجودیتش لازم نیست که کس ثابت هم کردن نمیتونه کجا هست و کی هست، صرف میگه پروپاگند است، غوغا است، صدا بلند میکنن و به همین بهانه هر کدام میخواه که به اهداف خود برسه، در حالی که قیمت زور ملت افغانستان پرداخت میکنه. چرا که جنگ از اینا است، کشته میشه افغان و سرزمین افغانستان استفاده و استعمال میشن. بله. ما من حیث افغانا این تقاضا را داریم که اگه واقعا جهان مخلص باشه در جنگ علیه تروریسم، چیزی که اینا نیستن، دروغ میگن. بله. اگه دروغ نمیگفتن ببینین در افغانستان به نام داعش اگر کسی پیدا شوه میگه باید کشته شوه، اما در فرانسه در زیر ایفل تاور یکی از اعضای شورای نظار استاد میشه و میگه که ما و داعش خراسان یکی هستیم، نام خراسان میخواین، ما اینا هم علی طالب دشمن طالب هستن، ما هم دشمن طالب هستیم، فلحاظ ما یکی هستیم. یعنی خود داعشی میگه، اما آیا در فرانسه کدام اقدام در علی از این نفر که علنا اعلان میکنه ما داعش هستیم، اهداف ما یکی هستیم؟ آقای فاطمی، شما فکر میکنین که موفق خود شد اگر کشورهای به دنبال ای باشه که در افغانستان حمایت بکنه از داعش؟ ببینن موفق به این میشن که حکومت امارات اسلامی هم مشکلات زیاد داره، اینا به خواسته های ملت جواب مثبت نمیتن، اینا از روز به روز دارن به شرایط به ملت و به اینا زیخ کرده میرن. کار اگه به ملت پیدا نشه، روزگار جور نشه، روابط بین المللی جور نشه، بانک ها فعال نشه، خود به خود کسی که به اولادش بی تعلیم بانه، نان بر شو نداشته باشه، او از خوشی خود خود نمیره. بله آقای فاطمی، اگر نگاه بکنیم، یک مسئله ای است که خب اینها نگرانی میکنن اظهار نظر هاست، یک عملا میدان نبرد است، بحثی است که حملات باید در مورد حملات سنجش میشه، انجام میشه. شما فکر میکنین هر گروه، هر جریانی که میخواید در برابر حکومت ها کشورها قد علم بکنه یا هم حداقل بجنگه، بدون حمایت یک کشوری، بدون حمایت یک گروه استخباراتی ممکن است فعالیت بکنن؟ نه، ممکن نیست. اینا ای کلگی فعالیت های که تا که ببینه جبهه مقاومت چرا جبهه جور کرده نمیتونه، چرا تا امروز نتونست که در مقابل امارات اسلامی، از خاطر که چون جهان تصمیم وزیر گرفته که
جبهه مقاومت جبهه سیاسی را استفاده نمی کنند. چرا به طالبان میگن که ما با شما داریم از مراوده دیپلماتیک میاییم؟ فلهذا از او دروازه را او جور نمیشه. داعش یکی از ابزار تکنیکی از مردم است. پولش هم میتن، ترینینگش هم میکنن و از او استفاده میکنن. ببینن به فی نفر داعش از 500 دلار کمترینش 1000 دلار تا صرف به جنگجوها میتن. یک نفر که برای اولادش نام نباشه، آیا که برای از او 500 دلار شما بتن او نمیره؟ چرا که در دوران جمهوریت به یک عسکر چه بس کنترل کلی مطرح است آقای فاطمی. بس امارات اسلام میگه ما کنترل کامل در افغانستان داریم، هر جا سر بلند کرده به شدت سرکوب شده اینها و هر کسی که از مرزهای افغانستان عبور و مرور میکنه هم حداقل رصد میشه و دیده میشه که کی از کدام کشور آمده و ممکن دشوار هم باشه انتقال تجهیزات نظامی. چطور حمایت شوند؟ ببینید اگر انتقال تجهیزات مشکلات بود، شما دمی کابل انفجارات صورت نمیگیره، دمی جلسات در مساجد با ما انفجار نمیکنم، عملیات انتحاری صورت نمیگیره. خوی ببینه اینا تا حد توان خود کوشش میکنن که دم ریشه بگیرن. وقتی که دشمن یک جای نباشه، پاکستان دشمن است، ایران دشمن است، از گفتار روسیه معلوم میشه از یک طرف خود دوست نشان میده، در ملل متحد به این رقم گپ میزنه که از امریکا که بدتر او گپ میزنه، فرازه خود دوست شده نمیشن. ممنون شما، سپاسگزارم آقای لیوال. اگر توطئه در کار باشه و اگر برنامه باشه برای ناامنسازی افغانستان یا هم به عنوان یک گروهی که به چالش بکشه امنیت را در افغانستان و در برابر امارات اسلامی بیسته، در برابر این توطئه شما فکر میکنین توانمندی در داخل افغانستان و در امارات اسلامی وجود داشته باشه که سرکوبشان بکنه؟ پټوله کې داعش یو وسیله ده د اسلامي امارات په مقابل کې ابزاري استفاده کوي تر څو نړۍ او د سیمې هیوادونه اسلامي امارات باندې فشار راوړي او د خپل هغه معقول او غیر معقوله غوښتنې په اسلامي امارات باندې ومني. په ټوله کې زما خو دغه آن ده چې نړۍ په قطبونو تقریبا په قطبونو تقسیمیږي او اسلامي امارات هم د یو نوي قطب پیلامه ده چې هغه د اسلامي نظام یا د اسلامي هیوادونو بیرته انسجام او اسلامي هیوادونو کې خوځښت ایدئولوژي د اسلامي او اسلامي نظام لپاره بناً غرب له دې نه په ویره کې ده او دوی خو شل کاله دلته کوشش وکړ تر څو د خپل هغه اهدافو ته ورسیږي، موخو ته ورسیږي. د دې تر څنګ چې دوی سیمه ییزې او نړیوالې موخې هم درلودلې، دوی د روسیا په مقابل کې، د چین په مقابل کې، خو په ټوله کې د دوی اهم هدف هغه همدا و چې اسلامي نظام په نړۍ کې بیا په پښو ونه درېږي. بناً د ما خپله دا تحلیل ده چې داعش په افغانستان کې فزیکي حضور نه لري، بس وخت نا وخت چې دوی کوشش وکړي په ډیرو قوي امکاناتو قوي بدیل سره یو خارجي تبع افغانستان ته راولي، هغه نه انتحاري حملاتو کې استفاده وکړي چې لله الحمد د افغانستان اسلامي امارت ویښو امنیتي ځواکونو د دوی ټول پلانونه شنډ کړي دي او په لنډ وخت کې د داعش جرل د افغانستان له سیمې او همداشان حتی هغه خطرونه چې د موږ ګاونډیو ته دوی کوشش کوو چې امریکا د داعش تر نامه لاندې روسیې ته یا همداشان چین ته یا دوی ته یو سور خط ښکاره کړي یا خطر ورته ښکاره کړي، نو بناً اسلامي امارت په دې کې موافقه سوی د دې پر ځای چې د روسیې استازی په سازمان ملل کې اسلامي امارت باندې تورونه پورې کړي تر دې چې افغانستان کې شل ترهګري د ډلې دي کومه شل ترهګري است که امارت اسلامي خوب میگه که حضور نداره، به صفر تقرب کرده، به شدت سرکوب شده. اگر برنامه چنین باشه که تقویت شود در افغانستان و به عنوان یک گروهی که تهدید میکنه امنیت در داخل افغانستان و حتی از داخل افغانستان جاهای دیگر را قد علم بکنه، شما فکر میکنین این توانمندی وجود داره در امارات اسلامی که در برابر این توطئه ها بیسته؟ الحمدلله اسلامی امارات سره ولس همکاره ده. کچیر دی ولس همکاری نه وای په نشته امکاناتو په ناچیز امکاناتو، در حالی کې چې منګه تاسو ټول په دې قانی چې اسلامي امارات سره هغه الکترونیکی یا کمپیوټری یا عصري وسایل چې هغه شان چې د نور نړۍ سره دی اسلامي امارات سره نسته، نو دا راز دی موافقت داده چې ولسونه ورسره همغږی دي، د ولس همکاری ده. داعش یو پدیده ده چې د ولسونو په منځ کې ځای نشي پیدا کولای، بناً اسلامي امارات د دې وړتیا لري تر یو حده چې د نړۍ په دغه
ناسالم فشارونو چی دی داعش تر نامه لاندی که یا بل نامه لاندی که یا که مقاومت بل مقاومت هر چوک چی دی اسلامی امارات په مقابل کې دوی وسیله جوړی اسلامی امارات په وخت سره جواب ورکړی او بیا هم جواب ورکړي در حالی که چې اسلامی امارات په کراتو د خارجي پالیسی اعلان کړی د همداشان امیر المؤمنین حفظه الله ویلی دی چې موږ هیڅ نړۍ ته ګواښ نه یو نړۍ سره کار نه لرو نړۍ ته تهدید نه یو له نړۍ هم همدا غواړو چې د اسلامی امارات سره دی حسن حسنه سره رابط وپالي. تشکر میکنم ممنونتون آقای فاطمی. یک دقیقه وقت دارم، اگر جنبندی بکنیم راه مسالمت آمیزی که امارت اسلامی به حال جلوی این توطئه را بگیره چی است که اگر برنامه چنین باشه خوب حداقل مانع شود و افغانستان بار دیگر نه میدان رقابت کشورها شود و نه هم میدان تروریسم و استفاده سو؟ رای مصالحت آمیز شمی است که امارت اسلامی باید همسایه ها و جهان دعوت کنه به کابل به کنفرانس عمومی و برشان بگه که زمام حکومت در دست ماست، ما امنیت کامل داریم، شما ادعا دارین که در اینجا تروریسم است، در کجا است نشاندهی کنین، ما عسکر دارم، قوا دارم، مصارف مالی و لوجستیکی شبتین، ما میرم میزنم. نماینده ملل متحد و نماینده از این کشورها باید همراه ما باشه تا ناظر صحنه باشه. اینجا باز از راست و دروغ واضح معلوم خواهد شد که اینا راست میگن یا دروغ میگن. اگر راست میگن باید نشان بدن. راپور ما است 500 نفر در فلانی نقطه است، مثل که روسا میگن که در سرحدات ما پاکت های 500 نفری و 700 نفری را دیدیم. بلاز عکسایش باید امارات اسلامی شریک بساز، طوری که در سوریه داعش امریکا حمایه میکرد و روسا رفتن که اهدافش را بزدن شروع کردن، امریکا ورخطا شد، اونا را از سوریه کشید و انتقال داد به افغانستان. امی رقم اگه این پلان در افغانستان هم سرشان تطبیق شد و امریکا مجبور میشه که امی دست ساخته های خود از این یه فرار بده به جای دیگه ببره. سپاس گذار شما. به پاکستان میبرش یا به هندوستان به جای دیگه میبرش. مجبور میشه. ممنون شما. سپاس گذارم آقای سید بلال فاطمی آگاه رابط بین الملل و آقای شهاب لوال آگاه امور سیاسی از حضور اردو مهمان گرامی و از شما بیننده ها که بیننده محور بودین. اینجا رسیدیم به پایان برنامه. شب بخیر.